سلام خدمت همگی. یک قطعه از ویوالدی قسمت بهار از چهار فصل، فصل بهار. موسیقی بیان عواطف و احساسات. اشتباه نگیرید، عواطف و احساسات بخش مهمی از تفکر ماست. وجهی از فکره. فکر فقط محاسبات و استدلال و ریاضیات و منطق نیست. شناختن اموشن ها و مود خودش تفکره و ما از اون دور افتادیم. امروز صحبت همونه. برای اینکه ویدیوم ریموف نشه دوربین رو برمیگردونم که خیلی دیده نشه. بله، اون موسیقی خیلی زیباست، مال یه دوره‌ایه که بهش میگن دوره باروک. حالا باروک چه معنایی میده به اینجا ربط نداره. قبل از دوره کلاسیکه، قبل از دوره رومانتیسیزمه، قبل از دوره مدرنه. خیلی مدرسه‌ایه موسیقی، یعنی خیلی با حساب کتابه، پر فکر توش، هم تو ساختش، تو میزانش، تو ضربش، تو نوتاش، تو کوردهاش و هم تو بیانش. موفمان اول از کنسرتوی بهار، فصل بهار تموم شد. بریم سراغ این که امروز صحبت عصر جدیدیه که این عصر جدید کلمات جدید و واژه‌های جدید داره، مثل قائل شدن تمیز میان فلسفه و علم از یک طرف و تکنولوژی از سوی دیگر. تکنولوژی رو ما با علم که تولید کننده است، با فلسفه که تولید کننده فکر اشتباه گرفتیم. تکنولوژی خونساست، تکنولوژی زاینده علم نیست. تکنولوژی انجام دادن کارها و مشکلات به روش بسیار ساده و افیشنت. بله توش ذهنیت به کار میره، اما زاینده فکر نیستش، متوجه باشیم. بنابراین ما با یه چیزی به نام دیجیتال تکنولوژی سر کار داریم که ببینیم این دیجیتال تکنولوژی و این عصر دیجیتال با ذهن ما داره چی کار میکنه. عصر دیجیتال آمد در پی اون حدود 10 سال پیش، 10 سال تا 12 سال نه زیاد، سوشال میدیاها اومدن رو، از تکنولوژی دیجیتال استفاده کردن و چیزی به نام سوشال میدیا، رسانه جمعی، اختراع شد. اگر دقت کرده باشید در هفته گذشته من مدیا به طور کلی که با صنعت چاپ شروع شد، به روزنامه، ببخشید، به کتاب، روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون ختم شد رو دنبال کردیم. بعد از اون رسانه‌های دیگری مانند تلفن و ابزار ارتباطی دیگری مانند صفحه و نوار و اینا آشنا شدیم. امروز با یه تکنولوژی جدید ما داریم کار میکنیم
که این تکنولوژی جدید مدیوم جدیدی رو ساخته که اون مدیوم داره با مغز ما یه کاری رو میکنه. اگر آماده هستید بریم سراغش، و الا اگر میخواین فرض کنید که من یه چیزایی رو نمیدونم مثل شما، یعنی قد شما نمیدونم و نمیدونم این تکنولوژی چقدر خوبه، باهاش میتونیم کفش بخریم، باهاش میتونیم لباس بفروشیم، لوازم خونه، میدونم، بریم، من حرف نمیزنم، بریم از زبان بنیانگذاران و سازندگان این میدیوم ها بشنویم. براتون آماده کردم چیزهایی رو که خدای بزرگ، خیلی هم خوب، از بله خیلی خوب، اگر اجازه بدید از اینجا با این آدم هایی که من عرض کردم، آدم های مهمی هستن برای من، خیلی مهم. یکی این تریستان هریسه، پسر نابغه‌ایه که در نوجوانی به خدمت گوگل در آمده، بسیار بسیار باهوشه و الان جزو کسانیست که داره افشاگری میکنه. لطفاً گوش کنید، بچه بازی نیست که نفهمیم حرف اینو یا به روی مبارکمون نیاریم. من فکر میکنم اگر کاغذ دم دستتون باشه امروز 3-4 تا کلمه رو فقط یادداشت کنید، 3-4 تا کلمه جدید، مانند ابزار، مانند تکنولوژی اغوا و ترغیب، persuasive technology. بعد نیست اینا رو ببینید از اینا چی میفهمیم. آه بله، این جمله که میخواستم حتما بشنوید اینه: A lot of people think، خیلی از مردم فکر میکنن که گوگل یه سرچ باکسه، گوگل یه سرچ انجینه. خوب نگاه کنید، این من نیستم که دارم میگم، کسیه که مهندس ارشد گوگله. خیلی از مردم فکر میکنم میگن چه اشکالی داره. خیلی خوب، بریم جلو ببینیم چه اشکالی داره. گوگل سرچ باکسه، فیسبوک هم یه جاییه که من دوستامو میبینم، عکسامو پست میکنم، سفرهامو رو به معرض دید میذارم. تو رو خدا گوش کنید، خیلی عجله نکنید، خوب نگاه کنید. ولی چیزی رو که مردم نمیدونن اینه که تمام این نرم افزارا دارن با هم رقابت میکنن که اتنشن شما رو، اتنشن یکی از اون کلمه هاییست که امروز خیلی توجه شما رو میخوان. الان شما میگین که خب من هر وقت دلم میخواد توجه میکنم به فیسبوک، هر وقتم نمیخوام، هر وقت دلم میخواد. نه، اونا توجه شما رو میخوان، همه شو میخوان، همه 24 ساعتتون رو میخوان، و با اون توجه حالا یه کاری میکنن. اون کار چیه؟ باید خیلی هوشمند و زیرک باشیم تا بفهمیم با توجه ما میخوان چی کار کنن. آماده هستین بریم ببینیم؟ Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube. Companies like this, their business model is to keep people engaged on the screen. Business model این شرکت‌های بزرگ، همه اینا، اینه که شما رو در به صفحه مقابلتون میخکوب کنن. چجوری میکنن؟ و ببخشید، اصلا ارزون نیست. اینا بابت اینکه یاد بگیرن چجوری باید توجه شما رو به این صفحه و به این وسیله انقدی که دست شماست بچسبونن و متصلتون کنن که جدا نشین، هزینه‌های زیادی پرداخت کردن. یه جایی هست به نام استنفورد یونیورسیتی پرسویسیو لب، آزمایشگاه تکنولوژی ترغیب کردن عوام در دانشگاه استنفورد. اینا پول دادن تو اون دوره شرکت کردن. الان میریم جلو میبینیم اونا چی یاد گرفتن. اونا تکنولوژی فوق‌العاده پیچیده‌ای به نام پرسویسیو تک، تکنولوژی اغوا، ترغیب، چسبوندن توجه شما رو یاد گرفتن. ما هنوز نمیدونیم مغز چیه، ساقه مغز کجاست، اموشن چیه، حس چیه.
ما هنوز نمیدونیم سنسیشن چیه، ما هنوز نمیدونیم اتنشن چیه، کجای مغز چه تصمیم میگیره، کجای مغز چیز میفرسته، دوپامین چیز میکنه، ما رو میفرسته به سمت ترشح دوپامین و رها کردن خودمون تو چیز نو. کجای مغز داره توجه من رو از حد یک ساعت دو ساعت که قبلا بوده در 50 سال پیش رسونده در حد یک دقیقه که هفته گذشته صحبت کردیم. بریم جلو و ببینید لطفا. پس همه اینا دارن رقابت میکنن برای توجه ما. Let's figure out how to get as much of this person's attention as we possibly can. میگه مسئله برای این ما شرکت ها اینه که تا اونجا که میتونیم حد اکثر ممکن توجه شما ها رو. بعد میگه to get you to give your attention to us. یعنی کاری کنیم که خودت با پای خودت پاشی بیای توجه تو بدی به من. اوه خب خیلی تکنولوژی میخواد. مثل تکنولوژی بانک هایی که پول مردم مملکت ما رو ماشاءالله هزار ماشاءالله یه شب خوردن، کاری کردن خود مردم صف بکشن جلوی این صندوق های انصار و حزب الله و نمیدونم امام زمان اینا، با دست خودشون گونی گونی پول بردن دادن که بیشتر بگیرن. چی میخواستن؟ حرص و آز و طلب و خواستن و اینا بود. بانک ها کار نکردن، دفتر باز کردن، پول شما رو گرفتن. اینجا هم همونه، ما با پای خودمون میریم. چی کار میکنن؟ ملاحظه کنین که چی کار میکنن که ما با پای خودمون میریم و توجه خودمون رو خانم ویدا میدیم به اونا. How much time can we get you to spend? How much of your life can we get you to give to us? چقدر از زندگی تو میتونی به من بدی؟ روش حساب کردن و دارن همین کارو میکنن. When you think about how some of these companies work. معذرت میخوام. یه وقت فکر نکنید این تو خیابون گیر آوردن دارن باهاش مصاحبه میکنن. این فیلم بسیار وحشتناکه. اسمش هست Social Dilemma. اینا رو از اون تو در آوردن، استخراج کردن و من دارم استفاده میکنم. این آدم اگر ملاحظه کنید اینجا رو بخونید، نوشته فیسبوک، فورمر انجینیر در فیسبوک، فورمر انجینیر در گوگل. ببخشید، اینا از طراحان این شبکه ها هستن. اینا از کسانی هستن که این تکنیک هایی رو که امروز میخواییم صحبت بکنیم به کار بردن. بنابراین دقت بفرمایید. ببخشید. It starts to make sense. There are all these services on the internet that we think of as free, but they're not free. سرویس هایی هست توی اینترنت که ما فکر میکنیم مجانی هست، ولی they are not free. چرا free نیستن؟ آدم غمش میگیره وقتی که یه خانومی در دنباله کامنت میزنه، که من کامنت ها رو بستم، که من ندیدم در اینستاگرام آقای غریب تبلیغ باشه. شما نمیدونید تبلیغ چیه خانوم. این داره میگه تو خیال میکنی فریه، تو خیال میکنی تو اینستاگرام تبلیغ نیست، تو نمیدونی چه خبره. خیال میکنی مجانیه، ولی مجانی نیست، بابتش یه بهایی رو دادید. نه، وقت شما نیست خانم، اشتباه نکنید. خانم مهنوش، وقت نیست. نه نه، خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. اگر آماده ی شنیدن داستان وحشتناک نیستین این برنامه رو نگاه نکنید، خیلی وحشتناکتر از اونه. Why do advertisers pay those companies? They pay in exchange for showing their ads to us. We're the product. Our attention is the product being sold to advertisers. Our attention is the product. Attention یا توجه شما رو ازتون گرفتن. چجوری؟ فکر نکنید وقتی که دارین به این جعبه جادویی نگاه میکنین attention اونه. نه. حالا میریم جلو ببینیم attention چیه؟ در ساقه مغز شما چجوری دستکاری شده که انگار تو طبیعت دخالت شده؟ شما شرطی شدید برای اینکه به این وسیله اتند کنید. از همه چیز براتون مهمتره، از همه چیز برای یه جوون مهمتره که این وسیله همراهش باشه. نباشه تعادلش برهم میخوره. اونجاست باید ساقه مغز رو باید بشناسید، باید برین استم رو بشناسید و بدونین اون مولد کجا هست. لطفاً کاغذ دم دستتون باشه، این اصطلاح رو بنویسید. هی تنور رو داغ نکنید، بگین روح ما رو خریدن، روح ما رو. توطئه‌گری در کار نیست. لطفاً یادتون باشه من اصلاً تئوری توطئه رو قبول ندارم.
هیچ کس پشت فیسبوک، آمازون و گوگل نیست و ویکی‌پدیا حتی که بخواد برای شما توطئه کنه. نه، ابزاری ساخته شده که این ابزار مثل چاقوی دودمی تیزه، از هر طرف بره میبره، دست خود کاربر رو هم میبره. حالا این چاقو میتونه بیفته دست آدمهای ویلین، شریر، شرور. صحبت سر اونه و الا هیچ کدوم از این مهندسا، هیچ کدوم از این بنیانگذاران آدمهای شروری نبودن، توطئه‌گر نبودن. امروز ببینیم که شرارت در چیه. شرارت در این که این ابزارها بالاخره در اختیار کسانی قرار میگیره، همونایی که زمینها، جنگلها، کره زمین، سرزمینها رو دارن درو میکنن. اون چیزی که من میخوام مردم بدونند، ایشون داره میگه، اینه که بدونن هر کاری که تو آنلاین انجام میدن هر کاری میکنین با دقت مانیتور میشه و ضبط میشه. باز نگاه کنین، تصویر شما نیستان، اطلاعات مربوط به کلیک شما، دقایقی که صرف میکنین، به چه سابجکتی، کد داره، کدوم کتاب، کدوم صفحه، کدوم فیلم، کدوم صحنه رو دو دفعه برگردوندی دوباره. مانیتورینگ یعنی اون. در ماه گذشته چند تا فیلم دیدی؟ این فیلم سوژه‌های سیاسی بودن، پولیتیکال اکتیویزم بود، در دفاع از زندانیان سیاسی بود، یا لهو و لعب بود، یا بگو بخند بود، یا روی رد کارپت بود، یا امریکاز گات تالنت بود. همه رو میدونه. و بعد فیلمایی رو نگاه میکنی که زدی تو یوتیوب، چگونه از غمباد بیرون بیایم، چگونه بر سوشال فوبیای خودم غلبه کنم، چگونه دپرشنم رو در 10 روز تقریبا. به نظر تو میاد که شوخیه، یک کلیک میکنی یه خانوم هم میاد برات راه ده، ولی تمام آمار تو رو میگیره و نتیجه میگیره که تو آدمی هستی با این IQ، با این ویژگی ها و دپرس، و حتی میدونه 3 سال دیگه در کجا هستی. خیلی وحشتناکتر از اینه. اونا با تصویر شما کاری ندارن، با دیتای شما و دیتای میلیاردها آدم سر کار دارن. I don't be dot exactly what image you stop and look at, for how long you look at it. Oh yeah, seriously, for how long you look at it. They know when people are lonely. They know when people are. میدونند نرم‌افزارها میدونند کیا آدمای جدا مانده، تکرو، تنها، کیا دیپرسن. نگاه کنید، کیا دیپرسن، کی دیپرسن، کی احساس غم میکنند. Depressed. They know when people are looking at photos of your ex-romantic. میدونند که شما کی به چه وقتی نگاه میکنید، کی به تصویرهای اکست نگاه میکنی. تو رو خدا اگر میخواین یه دقیقه گوش کنید، اینجا لایوی نیست که شما بخواین شرکت کنید. متاسفم، ببخشید، نومیدتون میکنم. اینی که میفرمایید هر ابزاری جنبه خوب و بد دارد، اینا کامنت های خیلی 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 سطح پایینه. مجبورم کامنتاتون رو خاموش کنم، مجبورم. کی داری اکس رومانتیک پارتنر تو میبینی؟ شبا چی کار میکنی؟ نصف شب بلند میشی؟ کجا رو کلیک میکنی؟ انتروورت هستی؟ درونگرا هستی یا برونگرا؟ ببخشید، شما خودتون رو بکشین خرج کنیم یا نمیتونی بفهمی درونگرایی یا برونگرایی، اپتیمیستی یا پسیمیستی، فیلد رو بیشتر میفهمی یا فیگر، بکگرانده یه قضیه رو میبینی یا چهره یک قضیه، اینا رو شما نمیدونید. بعد اینجا مینویسید هر دونم چیزی جنبه خوب و بد دارد. این حرفا ولی خیلی خوب، ولی اینان که دارن شما رو آنالیز میکنن، این Yuval Harari has described this as
There will come a time, and it may be now, when the algorithms. ایشون داره میگه این یه دکتره یه پزشکه که اونم مثل من این فیلم سوشال دیلما رو دیده و چون پزشکه و متخصص همین رسانه ها هست این داره حرف میزنه. منم پسندیدم سخن ایشون رو دارم برای شما تفسیر میکنم. میگه یووال هراری در کتاب اخیرش میگه یه زمانی میرسد و این زمان که میرسد خانم ها آقایونی که کامنت میذارین صحبت آینده ها نیست، صحبت 5 سال دیگه است. چرا صحبت 5 سال دیگه است؟ برای اینکه اینجایی که ما رسیدیم 7 سال تا 10 سال گذشته است که ما به اینجا رسیدیم. تو این 7 سال 10 ساله که این انقلاب عظیم رخ داده، ما هوشیاریمون رو از دست داریم میدیم. ببینید 5 سال دیگه چه اتفاقی رخ میده. اونایی که توی AI و هوش مصنوعی و الگوریتم هستن و میدونن با چه سرعتی توانایی و قابلیت محاسبه ماشین ها و نرم افزار ها هر سال داره ازدیار پیدا میکنه، چند برابر میشه، اونا میدونن یعنی چی. پس داره میگه یووال هراری میگه یک زمانی میآید که خوب گوش کنه. When the algorithms know more about you than you do. زمانی میرسه که همین الانم هست، الگوریتم ها شما رو از خودت بیشتر میشناسه، الگوریتم ها از شما درباره شما خیلی بیشتر میداند. Know more about you than you do. Because humans are the masters of denial and self-obfuscation. بله، این حرف یووال هراری منم ازش شنیدم. میگه انسان ها همه گیرشون اینه که استادان دینایل هستن. یعنی چی استاد دینایل؟ یعنی همه ای ما دوست داریم بگیم ایشالله گربه است. نه، این رام نیست. همه ای ما استاد انکار هستیم. همه میگن که این خطر داریم. نه ایشالله، نه درست. استاد دینایل هستیم. با این حرف من نمیزنم، این آقای دکترم نمیزنه، یووال هراری میزنه که تاریخدان خوبم میدونه، آدم با سوادی هم هست و تو این زمینه هم کار کرده. ما استاد دینایل هستیم. چون استاد دینایل هستیم انکار میکنیم، به رو مبارکمون نمیاریم، دوست داریم سرمون تو گوشی باشه و بگیم نه من یه نفر که نه من یه نفر اتنشنمو نفروختم، نه من هر وقت دلم بخواد. چیزای خوب داره، چیزای بدم داره، من چیزای خوبش انتخاب. استاد دینایل هستیم اگر بفهمیم چی داره گفته میشه. But these algorithms see clearly. They are. اما این الگوریتم ها اونا خودشونو گول نمیزنن، اونا شوخی ندارن. They are tracking exactly what you're looking at. Tracking exactly what you're looking at. They can know whether you're gay before you know you're gay. معذرت میخوام. اینجا وقتشه. الگوریتم ها الان شما رو زیر نظر دارن. حاضر نیستن یک قرون از اون اطلاعاتی که دارن به جناب عالی مفتی بدن. بعدن میبینیم که به چه درد میخوره. الگوریتم ها میدونن که شما الان تمایلات گی بیشتر درت هست تا استریت، شما تمایلات لزبیانیزم درت بیشتره تا استریت، شما هتروسکشوالی، شما بایسکشوالی، شما علاقه به پالیگامی داری، شما علاقه به مانوگامی داری. همینجوری میزنین چیزای خوب داره چیزای بد داره. Things like that are truly, they're amazing and terrifying at the same time. اینا هم شاهکاره، هم اعجاب برانگیزه، هم بسیار وحشتناک. And again, these companies are dealing in attention. Attention is the... این کمپانی ها دارن با attentionشون. خب ببخشید، من فکر میکنم گفتم یه مداد کاغذ بیاریم فقط یه کلمه نوشتیم. Attention. برای اینکه یک ساعت روش فکر کنیم. الان خیال میکنین attention رو میدونین چیه؟ نه نمیدونیم به خدا. این کمپانی ها رو اتنشن شما سرمایه گذاری کردن و اتنشن شما رو از قبل خریدن و دستکاری کردن. بدونین که شما بدونین این دستکاری کردنه که من میگم با اون دستکاری کردنه که یه مش ساده لو میگن که نریم واکسن بزنیم چون توی این واکسن یه چیزایی هست، ترانسدیوسر هایی هست که اطلاعات شما رو میدونن، چیز ژنتیکیتون رو تغییر میدونن. نه اون کارو نمیکنن.
این کار که داره انجام میشه و شما اصلا حواست نیست، دارین برنامه ریزی میشین، دستکاری میشید، ولی نه از راه واکسن کووید، نه از راه تلقیح واکسن، از این راهی که اصلا به عقل جنم نمیرسه. میخواین نگاه کنید؟ Attention is the currency that they deal in. Attention پول نقدیه که این شرکت ها باهاش دارن معامله میکنن. The currency that they deal in. And so even I, when I look at my statistics of my videos, when I look at how they're being served out, how many 1 minute views, how many 30 second views, how much... میگه خودم من به استاتیستیک و آمار کلیک کردنم تو صفحه ها نگاه میکنم، خودم منم اینجوری هم. Are they getting how many minutes watched? That's the currency that these companies find valuable. And as a میگه اینه که ارزش داره. و شرکت ها و بنیانگذاران فیسبوک و آمازون و گوگل و ویکی‌پدیا بود و بگین دیگه اون یکی که اینستاگرام و اینا رو این دارن سرویس. و اینو ببخشید همینجوری به طور اتفاقی نیست که حالا ما کشف کردیم، بنیانگذارا دارن میگن. Creator, that's the pressure is to produce that currency if you're going to survive in this. Doesn't matter about the message, doesn't matter about your mission, it's about the currency of attention. میگه صحبت این نیست که شما مسیجی که پیغامی که میزنین چیه، عکسی که میذارین لختیه، نیمه لخته، قبیح، وقیح. اتنشن تون مهم، اتنشن شما. بریم جلو ببینیم با اتنشن اصلا چجوری اتنشن ما رو میگیرن و باهاش چیکار میکنن. A lot of people have the misconception that it's our data being sold. خیلی از مردم فکر میکنن که هی صحبت شرکت ها میشه، اینا خیال میکنن ما دیتا های اونا رو میفروشیم. این از همین از همین سوی تفاهم هاست که مخاطبان عزیز منم دارن. با دیتا های شما رو خرید و فروش نمیکنن، نترسین. راجب شما چیزی، راجب یک جماعت انسانیه. اتنشن شما خرید و فروش میشه، نه دیتا های شما. برین جلوتر تا ببینیم چی داری میگه. این باز دو مرتبه یکی از همون مهندسان پیشکسوت این کار هست. میشه میگه اصلا به شرکت فیسبوک علاقه ای نداره که اطلاعات مربوطه به شما رو، که نماز میخونی نمیخونی، رأی دادی نمیدی، طرفدار احمدی نژاد هستی نیستی، میگه کاری به این کارا نداره، به این دیتا ها کاری نداره. خوب گوش کنی. از روی اون دیتایی که از چند صد میلیون و میلیارد ها آدم به دست میارن، they build models، مدل های ریاضی میسازند. مدل سازی میکنن که امر بسیار پیشرفته توی کامپیوتر ساینس، توی مهندسی AI. مدل سازی میکنند، با اون مدل ها پردیکت میکنن اعمال تو رو. عجیبه. یعنی مگه نگفتیم که زودتر از شما میفهمن که شما ژن معیوب مثلا خدای نکرده ابتلای به سرطان داری؟ تا یوبال هریری هم تو کتابش میگه این خانم جنیفر لوپز مثل که خیلی زودتر، البته این فقط برای اینکه قدرت AI رو نشون بده، بهش گفتن آقا تو ژن فلان داری و سرطان در معرض ابتلا به سرطان سینه هستی، در معرض، هیچ خبری نه. و زودتر رفت سینه هاش رو تخلیه کرد. اوف. بنابراین مدل سازی میکنه که با توجه به ژن های تو، با توجه به مود تو، با توجه به تریت های شخصیتی سرکار، با توجه به عادت ها، با توجه به سرچی که میکنی دنبال چیا میگردی، کیا رو دنبال میکنی، دنبال چه کسانی میکنی، دنبال چه رول مدل هایی هستی، آرزو چیه، آیا به سایت های مثلا داعش و آدم های پولیتیکال اکتیویسم و گروه های افراطی نگاه میکنی؟ مدل میسازه از رفتار آتی ای تو. حالا چی کار میکنه؟ They can predict our actions. And whoever has the best model wins. و هر کس که بهترین مدل ریاضی رو داشته باشه، که میدونین هوش مصنوعی کارش همین مدل سازیه، هر کس که اون بهترین مدل رو داشته باشه برنده است.
حالا ببینیم با برندگی چیکار میکنن. Now understand this. This sounds terrifying and it is, but imagine this. If you build نگاه کنین چون خیلی وحشتناکه. فرض کنین مدل سازی کردن و فهمیدن که ایشون یا بنده یا شما آدمی هستیم که ریسک امنیتی داریم، یعنی متمایل هستیم که پست بمب پستی بسازیم و بفرستیم، خرابکاریم، آدمی هستیم که سویسایدالیم، در معرض یعنی ریسک بالای خودکشی داریم، آدمی هستیم که به زودی از تنفسی با بیماری تنفسی از بین میریم. خب چیکار میکنه گوگل؟ میاد در خونتون با برانکار شما رو میذاره میبره، به جای اطلاع میده که به داد شما برسن که شما خودکشی نکنی، به جای خبر میدن. چیکار میکنن از این مدلی که ساختن شما رو پیش بینی کردن باهاش چیکار میکنن، چه استفاده ای میکنن؟ Build models that predict human behavior based on their past stuff, finding patterns, and computers are really good at this. Algorithms are really good. کار کامپیوتر اینه که بر اساس گذشته شما میتونه مدل سازی کنه و آینده شما رو پیش بینی کنه. You could actually predict who is at high risk for suicide. کیا در معرض ریسک زیاد برای خودکشی هستن؟ کیا در معرض افتادن به دام دپرشن عمیق هستن؟ کیا بایپولارن؟ کیا بوردرلاین هستن؟ چه خطراتی دارن؟ Who's at high risk for depression? Who's at high risk for going postal on a place? کیه که همین که گفتم در معرض این هست که با پراکندن نامه‌های پستی آلوده به میکروب که قبلا بود یا به مواد شیمیایی محترقه و بمب و غیره تو پست این ور اون ور بفرسته؟ کیا؟ And that's actually interesting data, but then the question, the ethical question. خیلی خوب. میگه دیتای واقعی ایناست. مدل سازی به اینجا ختم میشه. ولی خب سوال اینه که the ethical question. سوال اخلاقی اینه که چیکار میکنن؟ Is how do you act? How do you provide an action associated with that data? Does Facebook reach out to people? آیا Facebook خودش میاد سراغ مردم؟ دستشو دراز میکنه که آقای فلانی شما آدمی هستی که از شدت تنهایی ممکنه تا 2 سال دیگه خودتو بکشی؟ طبق مدل های ریاضی که دارن ها، نه با کف بینی، متوجه هستین؟ با مدل سازی ریاضی تو این خطر رو ده. آیا میرسن میان سراغ مردم؟ Who they think are suicide risks? I don't see that. How do you then actualize that if you have the capacity to save a life that way or save multiple lives from a person that's ready to snap? And you don't do it. What does that tell you? I mean, we're only scratching the surface of. مات میگه با این سوالا و با این کنجکاویا ما تازه داریم یه خراشی در سطح عفونت ایجاد میکنیم. درد اون پای مایناس. ما تازه داریم میخراشونیم. ما داریم زخم رو میخراشونیم با این سوالها. متوجه هستین؟ خوشحالم که کامنت رو خاموش کردم. Ethical conundrums that these algorithms are producing, and we're only like 5-10 years into this process. It's crazy. But راست میگه و ما تازه راست میگه از 1910 یا 12 این سوشال میدیا ها درست الان 10 سالشونه. میگه فقط we are only 10 years into this. 10 ساله ما به اینجا رسیدیم. 10 ساله. 10 سال دیگه چی میخواد بشه با توجه به اینکه 1000 برابر سرعت بیشتر میشه؟ به کجا میرسیم؟ خوب نگاه کنید. I can predict what kind of videos will keep you watching. I can predict. از قول AI داره میگه. این تمثیل AI یعنی هوش مصنوعی. میگه هوش مصنوعی داره الان حرف میزنه. میگه من میدونم تو کجاها رو با سرعت انگشت رو نگاه کنین. انگشت رو نگاه کنین. هی صفحه رو داره رد میکنه. ببخشید. بذارید اینجا رو باز نگاه کنین. هی what kinds of emotions tend to trigger. چیا رو نگاه میکنی؟ چه ایموشن هایی در اون لحظه ای که این صحنه رو میبینی یا این صحنه رو میبینی چه ایموشنی در تو تریگر میکنه را میفته؟ For me it's anytime someone gets hit in the nuts with anything that's like ding 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 all my dopamine. و بنابراین مدل سازی کردن میدونن شما اگر همچنین که داری با انگشت ورق میزنی صفحه رد میکنی، هم تو اینستاگرام نمیدونم عمودیه یا افقیه رد میکنی میری، AI داره تو رو زیر نظر میگیره که کجا وای میسی، کجا کیف میکنی، کجا گندش میکنی، کجا میری نگاه. مدل سازی تو رو پیدا کردن که تو چته، چه علاقت چیه، کنجکاویات چیه،
آرزوهات چیه، همه اینا رو میدونه. با حالا دینگ 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 که ایشون کرد، حالا میریم سراغ مهمترین چیز. حالا با تو چیکار میکنه؟ یه دقیقه صبر کنین تا روشن شه. Now you know. Knowing is half the battle. حالا دیگه میدونین. When I was at the Stanford Persuasive. ببخشید. ایشون همین تریستان هریسیه که هم هفته پیش گفتم هم امروز میگم. این بسیار جوان نابغه، بسیار دانایی است و همه این بحثا رو اون رو کرده. اون سوتو به صدا در آورد. اون از درون فیسبوک و آمازون و گوگل و ویکی‌پدیا خبر داد. او بود که رو کرد که اینستاگرام، توییتر اینا دارن چیکار میکنن. بنابراین الان داره میگه، ایشون داره میگه When I was at Stanford Persuasive Technology Lab. این اس رو به یاد بسپرین. آزمایشگاه تکنولوژی اقوا یا بگم ترغیب دانشگاه استنفورد. بای چانس به طور اتفاقی این همون دانشگاهیه که منم توش درس خوندم. توی اون آزمایشگاه، مگه اسمش آزمایشگاهه، یعنی یه دوره، یه کارگاه، یه کلاس. در اون کارگاه و کلاس چه خبری بوده؟ اون خونجا نشستین میگین این ماسموسک هم جنبه خوب داره هم جنبه بد. من چون فرزند امام جعفر فلان هستم میتونم جنبه خوبشون. شما چی کاره این مگه؟ ما چی کاره این؟ ما آدم ها وقتی میتونن ساقه من، مغز من رو دستکاری کنن و عواطف رو را بندازن تو من، دوپامین رو پمپ کنن توی وجود من با یه تصویر، من رو برکردن، من چی کارم؟ حالا بریم ببینیم اون دوره های دانشگاهی استنفورد به مدیران اولیه گوگل، فیسبوک، آمازون، ویکی‌پدیا چه آموخته؟ کیا بودن؟ این تکنولوژی پرسویسیو یا ترغیب رو از کجا بردن؟ کدوم روانشناسایی بودن؟ ماها چرا خوابیم؟ ماها چرا تو انکاریم؟ برای اینکه ماها الان میذاریم صفحه بنفشه جون، شما همین الان منو دارین مزاحم میبینین. طبق الگوهایی که باهاش شرطی شدید، من رو و بحث من رو تزاحم میبینید، دخالت دارین میبینید. ذهنتون داره بهتون دستور میده که آقا بزن برو ولش کن، برو سراغ اینستاگرام. الان نشستید شما میگید نه نگاه کنید. When I was at the Stanford Persuasive Technology Lab, بریم جلو ببینیم. The Technology Lab, this is what we learned. How could you use ما اونجا اینو یاد گرفتیم. اینو داری میگه. How could you use everything we know about the psychology? چجوری میشه از دانش سایکولوژی یا روانشناسی استفاده کرد و everything we know about the psychology of what persuades people and build that و مردم رو ترغیب کرد. این کلمه ترغیب خیلی مهمه. Persuade people. گفتم کاغذ دم دستتون باشه مثل من، برای امروزتون یه لغت بنویسین. Persuasive technology. تکنولوژی که تا حالا اسمشو نشنیدین. Digital technology رو شنیدین. تکنولوژی یخچال 14 رو شنیدین. تکنولوژی ماشین های هوشمند رو شنیدین. تکنولوژی ماشین خودتون که دنده عقب میرین چیز داره، سیستم آلارم داره خبر میده. ولی persuasive technology که مغز شما درگیر هست کاری ندارین. خب بنویسید اینا که ببینین پرسویسیو تکنولوژی چیه. اون دانشگاه گردن کلفت استنفورد و اینا چیکار دارن میکنن؟ MIT داره چیکار میکنه؟ ییل و میشیگان و برکلی دارن چیکار میکنن؟ میگه از روانشناسی استفاده کنیم و هر آنچه که میتونیم ازش استفاده کنیم برای ترغیب مردم. Now, many of you in the audience are geniuses already. I think that's true, but my goal is to turn you into a behavior change genius. این جمله رو من دیگه ترجمه نمی‌کنم. فقط اونایی که باید بفهمن، بفهمن. بقیه‌اش دیگه به من ربطی نداره. میگه همه شما اینا مدیران همین شرکت‌ها هستن. شاید دوره‌های جدیده، قطعاً که مال 10 سال پیش نیستن. اینا همه مدیران فیسبوک و گوگل و نمی‌دونم آمازون و میگه شما همتون نابغه‌اید. ولی ما میخواییم شما رو تبدیل کنیم نابغه ای در امر پرسویسیو تکنولوژی. میخواییم تو تکنولوژی قادرتون کنیم که بدونین چجوری مردم رو ترغیب کنید. There are many prominent Silicon Valley figures who went... مرسی. این باز یکی دیگه از مدیرانه که الان اسمشو مینویسه. داره توی فیلم سوشال میدیا داره
حرف میزنه. الان اسمشو میگه توی این آزمایشگاهی که من الان نشون دادم خیلی ها بودن، همه این مدیران اولیه فیسبوک، آمازون، بگیم دیگه تویتر، گوگل، اینستاگرام، همه بودن و از جمله تریستان هریس، همین پسری که من دوستش دارم، اول فیلم نشونش دادیم، الان تو لباس فارغ التحصیلی دانشگاه استنفورد، همه اینا نشسته بودن. حالا چهره ها رو دونه دونه نشون میده، روبانه مشکی زده رو چشم، با خود ایشون هم یکی از همونا بود. همه این آدم ها، همه این خانم ها، آقایون، چهره های سرشناس رشد این تکنولوژی بودن. کدوم تکنولوژی؟ پرسویسیف تکنولوژی، یادتون باشه. پرسویسیف تکنولوژی رو بردن خوروندن به تکنولوژی دیجیتال، یعنی بردن توی اینترنت. حالا نگاه کنیم ببینید چه بلایی سر ما اومده. اوبر، فیسبوک، ویکی‌پدیا، همه اینا رو من قبلا جای دیگه خوندم که همه اونا اینجا بودن، که همشون learned و یاد گرفتن چگونه از تکنولوژی، ببخشید، to make technology more persuasive، که تکنولوژی رو چجوری اقبالگر و ترغیبگر کنند. او مسئولیت میخوام، ببخشید، بازم اشتباه کردم. Learned how to make technology more persuasive. Tristan being one. Tristan هم یکی از اونا بود. این تریستان 7-8-10 سال پیشه. درسته. نگاش کن. این جوان امروز اومده داره زنگ رو به صدا در میاره که چه خطری هست. Persuasive technology is this sort of design intentionally applied. حالا داره میگه تریستان هریس، مدیر گوگل، مدیر فیسبوک، مدیر خیلی جاها بوده، از طراحان اولیه، از میگه که این intentionally applied to the extreme، میگه از تکنولوژی اقباگری و ترغیبگری ما استفاده میکنیم جایی استفاده میکنیم که بخوایم دیگران رو، آدم ها رو تغییر بدیم، جایی که میخوایم کاری رو بکنن که ما میخوایم. میخوایم که با انگشتشون هی روی این صفحه برن عقب، برن عقب، برن جلو، برن جلو، کلیک 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 کلیک، از خواب بلند میشن کلیک، دستشویی میرن کلیک، میان بیرون کلیک کلیک. او نگاه کنید، میخوان این عادت رو. یه نفر اونجا نشسته میگه که خوبه که من کامنت رو نمیبینم. میخواهیم کاری کنیم که انسان تبدیل بشه به موجودی که با انگشتش هی صفحه رو رد کنه، نه کلیک کلیک از این کلیک، و اتفاق افتاده دیگه، الان شده دیگه. بریم ببینیم باش چی کار میکنن، حالا چی کار میکنن. You pull down or you refresh. هی ریفرش میکنی، هی صفحه رو رد میکنی. Pull down, you refresh. It's gonna be a new thing at the top. Pull down, refresh again. خوب نگاه کنی. مدیر مهندس قبلی گوگل، نویسنده کتاب اتوماسیون و فلان و فلان، اینا همه نوابغ این کار هستن. Every single time, which in psychology we call a positive intermittent reinforcement. اگر خواستین من این positive intermittent reinforcement، یک نوع تغییر رفتار در انسان هاست که زمانی که من دانشجو هم بودم در همون دانشگاه اینو خوندم، یعنی اون زمانم بود، فکر میکنم مال اسکینر هم هستش، 7-8-10 یا 9 تا الگوی پازیتیو و رینفورسمنت هست برای تغییر رفتار آدم ها. یکیش اینه، پازیتیو اینترمیتنت. اینترمیتنت یعنی گهگاهی، رینفورسمنت یعنی پاداش دادن. پاداش یعنی چی؟ یعنی کار خوبی، نه کاری رو که من میخوام شما انجام بدی، وای میسم به محض اینکه انجام دادی. مثلا من دوست دارم که شما دست بزنی به اینجا، اینجوری تا این کار کردی من پاداش میدم، reinforcement بهش میگن، اون چیزی رو که دوست داری بهت میدم. دفعه دوم این کار میکنی، میگه بازم پاداش گرفتی و میفهمی که یه رابطه هست. تو هر وقت پاداش رو میخوای، حالا یا دوپامینه یا اکسلوخته یا نمیدونم فیلمه یا اینجوری میکنی و پاداش رو میگیری. اینو بهش میگن positive intermittent reinforcement. حالا بریم بهش چیکار میکنه. از این intermittent
یه نوع دیگه پاداش داریم که هر دفعه تو این کارو بکنی من میدم. خوبه. ولی بهترین روش تغییر رفتار آدما اینه که تو وقتی که این ارتباط برقرار شد که دست زدی به پیشونی و اون چیزی که دوست داشتی شکلاتو من بهت دادم، دفعه سوم نمیاد. بعد فکر میکنی آه بیشتر دست میزنی، دفعه چهارم هم نمیاد، پنجم میاد. خوشحال به این میگن intermittent، یعنی بعضی وقتا میاد بعضی وقتا نمیاد. من وقفه میندازم بین پاداش دادنم آگاهانه و تو بیشتر وابسته میشی از انواع دیگر، عمیقا وابسته میشی. بنابراین اینو توی لاس وگاس و تو قمارخونه ها روانشناسان 3 سال پیش 4 سال پیش کردن. ماشین های قمار رو نگاه کنی، دسته رو که میکشی این جکپات میچرخه، فاصله میده، تا بعد صدای پول میاد، بلین جلین 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 جلین، سکه ریخته میشه، 2 مرتبه میزنی. وقفه میندازه بین عمل تو و پاداشی که قراره بیاد. حالا بریم ببینیم در تکنولوژی. الان گفته میشه که این دستگاه ها که با سرعت نور کار میکنن، بنابراین شما که دکمه میزنی خوب گوش کنید خانم ها و آقایونی که متخصص هستین، این برق باید جواب بیاد که فلانی لایک کرد، ولی عمدن intermittent reinforcement رو به کار میبرن، نگر میداره، نوتیفیکیشن برات میاد، باز وقفه میندازه که تو این ماشین قمار عادت کنی، عادتت عمیق تر میشه. آه بنابراین کلیک میکنی میری بیرون، ولی حواست اینجا هستش که 2 مرتبه اینو برداری چک کنی ببینی کسی لایک کرد یا نکرد. 2 مرتبه میسری، حواست اینجاست که 2 مرتبه اینو برداری لایک ببینی لایک خوردی، تحویل گرفته شد، کسی عکست رو نگاه کرد، زیرش نوشت هورا. این بهش میگن پوزیتیو اینترمیتنت رینفورسمنت. وی کال ایت ا پوزیتیو intermittent reinforcement. You don't a slot machine. It's a slot the same machine. Thing. You don't give a reward every. ماشینای قمار رو میگه. A slot machine که پول میندازی برنده میشی، مثلا 10 برابر پول سکه میاد بیرون. ماشینای قمار میدونن کی به تو پول بدن کی ندن. ولی بهت نمیگن که 2 دفعه 3 دفعه میزنی طبق یک فرمول های احتمالاتی باز میشه 2 برابر پول یا 3 برابر پولی که ریختی برات میاد بیرون. بعد 800 بار دیگه میزنیم به همون امید، دفعه 800 اون باز میدن. یه کاری میکنه که تو نتونی رابطه رو پیدا کنی که 4 بار یه مرتبه است، 8 بار یه مرتبه است، یا 2 مرتبه یه دوبار یک مرتبه است بهت پاداش داده میشه. به امید پاداش این دسته رو هی میکشی، هی پول میریزی تو ماشین، هی میکشی. از همین تکنولوژی استفاده کردن در سیستم های AI، در همین پلتفرم های سوشال میدیا. حالا ببینیم جلو، ببینیم چه جوری استفاده کردن. Time you give it intermittently. Why do you think our devices require you to pull down and have there be a little delay and then you get a refresh, whether it's آه میگه حتی وقتی صفحه رو میکشی پایین که ریفرش بشه، شما هیچ فکر نکردین که اینا که با سرعت نور کار میکنه، تو انگشت رو بذاری بکشی صفحه باید ریفرش بشه، یا پست‌های جدید دوستات بیاد، یا لایکشن. عمدن طوری حساب شده که دیلی وقفه بیافته بینش، که اون تکنولوژی ترغیب و وابستگی حتما اتفاق بیفته. طول میکشه، تو همین چند صدم ثانیه شما وابستید، وابسته شدید، و با این رژیم شما تغییر رفتار پیدا کرده اید. Whether it is email, social media or likes on Instagram, هر چی باشه با دیلی داره. Email or social media or likes on Instagram, whatever it is, the technology doesn't need the delay. It can be instant. تکنولوژی احتیاجی به دیلی نداره، اصلا نمیخواد. راست میگه، فوریه فوریه با سرعت نور. و چرا؟ چرا دیلی هایی که چون خود شما نمیدونید انقدر ساب کانشسه، انقدر زیر زیرکی و آن کانشسه، شما نمیدونید اینا دستکاری شدن ساقه مغز
برین استم شماست، اونجا داره دستکاری میشه و عمل میشه، اونجا شرطی شدن صورت گرفته و دیگه به پریفرونتال کورتکس کاری نداره، دیگه به قشر محاسباتی مغز جناب عالی که خیلی بهش افتخار میکنی اینجا دیگه تعطیل میشه. They put it in because of intermittent reinforcement. They want you hooked to that process. Think about that. You don't know when you're going to get it, and you don't know if you're going to get something, which operates just like the slot machines in Vegas. میگه توی همین سوشال میدیا ما همین کارو کردیم، درست این ماشین های قمار در لاس وگاس یه وقفه انداختیم بین پاداشی که قراره بگیری و میخوای منتظرشی و زمان. I don't know if you use the product consciously. I want to dig down deeper into the brainstem and implant inside of you an unconscious habit. بنابراین ما باید بریم deep down into your brainstem، باید بریم اون ته ته ساقه مغز شما، اونجاها رو برنامه ریزی کنیم و دستکاری بکنیم و همین کاره میکنیم. So that you are being programmed at a deeper level. So that you are being programmed at a deeper level. You don't even realize it. You don't even realize. اصلا خبردار نمیشه کسی. کسی خبردار نیست. خانم ها، آقایان، خیلی دوست دارید که دنیا اونجوری باشه که شما تایید بشین. چون همه ما میشینیم کنار این دستگاه که ما تایید بشیم. بنابراین میزنید جنگ روسیه و اوکراین، یا ببخشید نه، میزنید جنگ روسیه علیه اوکراین. خب این دستگاه میدونه که شما دوست دارید اوکراین رو مستضعف، مغلوب و مظلوم ببینید. و دو تا کلیک اولیه کنید، یه فیلمی میاد اونجا میگه حق با پوتینه که به اوکراین حمله کرده، تو ریجکت میکنی، یه شست پایین هم نشون تموم شد، تو شناخته شده که کجا جبهت چیه، تمایلت چیه. این الان مثال البته خیلی بیراهی بود، ولی به همین راحتی شما unconsciously شناخته شدی و unconsciously اون چیزی که تو میخوای بهت داده میشه. Programmed at a deeper level, it is creating unconscious habit energy that is very difficult to unwind because it's pattern, it's program. So you have to actually use conscious energy, a lot of ATP, to override it. But the net... نه، من مخالفم. با ATP زیادم نمیشه اون رو اوورایدش کرد. میگه با ATP، یعنی باید با کانشسنس زیاد ما بتونیم بر اون غلبه کنیم. من میگم برای آدمایی که نمیدونن، غلبه کردن بر اون عادتی که شرکت ها رفتن در برین استمشون دستکاری کردن امکان نداره. با صرف انرژی زیاد هم امکان نداره، چون اصلا باور ندارن که دستکاری شدن. وقتی کسی باور نداره، مگر این کسی به باورش دستکاری بشه، باورش عوض شه، که اونم خیلی بعیده که ما بتونیم 4 میلیارد آدمی که الان دارن از این وسایل استفاده میکنن و دارن دستکاری میشن، من روشون اثر بذارم. من روی همزبانان خودم، ملتی که شما با علاقه خودتون پشتون اومدین، چه نمیتونم اثر بذارم، نمیتونم بهتون بگم چه خبره. شما باور نمیکنید چجوری میشه 4 میلیارد آدم متوسط و زیر متوسط چی میشه بهشون گفت؟ Natural default action is the behavior. These guys know exactly how to manipulate us. بنابراین میگه این بنیانگذاران و اداره کنندگان شبکه ها خیلی خوب میدونن که ما رو چجوری manipulate کنن، ما رو چجوری دستکاری کنن. Every time you see it there on the counter, just look at it. And you know if you reach over it, it just might. میگه هر دفعه که تلفنت روی کانتر آشپزخونه یا کانتر اتاق خواب میبینی، I just might have something for you. ببخشید، it might have. فکر میکنی واو یه خبری باید باشه، میدوی برش میداری که به این امید که یه دوستی، یه پیغامی، یه نوتیفیکیشنی، یه فیلم جدیدی، یه خبر جدیدی، یه عکس جدیدی، یه دوستی که رفته سفر، یه travel destination خاص، یه تور، یه تخفیف، یه چی؟ با تو رو خدا نگاه کنید ببینید چه خبره. ما ها نمیدونید. I have something for you. You play. The whole time I've been recording this, I've been looking at this phone going. میگه من خودم که این کارو هستم، تو همین مدتی که داشتم با شما حرف می‌زدم، حواسم پی همین این دستگاهه. و حالا دو مرتبه تریستان هریس میگه it's all like Pavlovian behavioral check. خیلی شبیه تکنولوژی تغییر سگ در پاولوفه. پاولوف برنده جایزه نوبل سال 1900 فکر کنم یا 3 یا 4 همچین چیزی قاعدتا اگه یادم بیاد درست بود،
جایزه نوبل به خاطر اینکه ثابت کرد همونطور که سگ‌ها رو میشه شرطی کرد، انسان‌ها رو میشه شرطی کرد. شرطی کرد یعنی منیپولیت کرد، یعنی نوعی ذهنشون رو بدون اینکه خودشون بدونن دستکاری بکنه که اون کاری رو انجام بده که من تربیتگر میخوام. به این میگن پاولوفیان بیهیویرال چینج. ملاحظه کنید اینا تریستان هریس داره میگه. If something is a tool, it genuinely is just sitting there, waiting patiently. If something is not a tool, it's demanding things. این حرفیه که من میخواستم بهش برسم و تقریبا اوج صحبت امروز من. چیزی رو که مردم متوجه نیستیم اینه که این خودکار و این مداد it's a tool. چکش و گازنبوری که الان توی جعبه ابزار شما هست it is a tool. قندشکن شما خانم اگر داشته باشین it's a tool، ابزاره. شما اشتباه میگین به این چیزا، میگین ابزار. Your mobile phone is not a tool. تلفن شما دیگه سلفون شما ابزار نیست. هرکی گفت چرا؟ اگر یه روزی چکشی که هر وقت دلت بخواد میری سراغش ور میداری و باهاش میخ میکوبی و میذاری سر جاش، طوله. اما اگه یه روز دیدی چکش هی میگه دنگ 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 و توجه شما رو به خودت جلب میکنه، بدون که دیگه چکش ابزار نیست، چون داره تو رو احضار میکنه، چون تو رو منیپولیت کرده، حالا شما ابزاری. چون چکش هی میگه بیا منو بردار، الان میگین که چکش این کارو نمیکنه. نه، ولی موبایل این کارو میکنه، اینترنت شما داره این کارو میکنه، سوشال میدیا با شما داره این کارو میکنه. به راستی حساب اینترنت رو با سوشال میدیا جدا کردیم هفته گذشته، الان هم جدا کردیم. سوشال میدیا دیگه ابزار نیست، موبایل فون شما دیگه ابزار نیست، چون احضارت میکنه. چون همینجوری که رو کانتر نشستی یا تو جیبت هست، همش داری راجع به اون فکر میکنی، هم نوتیفیکیشناش هم خود اتنشن سرکار پی اونه که برم ببینم چی شد، کسی زنگ نزد، خبر جدید نیومد. میگم بعد یه دفعه مثلا یه چیز قرمز، کلیک قرمز، خبر. این سگ پاپلوف شرطی شدیم، این همون اسلات ماشینای توی کازینوهای لاس وگاس ماها شرطی شدیم با پوزیتیو اینترمیتنت پرسوایسیو تکنولوژی یا رینفورسمنت. ما با اون شرطی شدیم و اصلا خبر نداریم. بنابراین موبایل فون که من متاسفانه اینجا ندارم، ولی همین آیپد من میتونه نمونش بشه. موبایل فون ها، آیپد، کامپیوتر، همه اینا دیگه ابزار نیستن، چون اونا با تو کار دارن، اونا صدات میکنن، نیست، ابزار نیست. متوجه شدید؟ میخواین کلمه ابزار رو بنویسین تو شک کنین که ابزار چیه؟ حالا بازم سلفونتون ابزار میبینین که هر وقت دلتون میخواد میتونین بذارین کنار؟ این همه برنده جایزه نوبل، این همه دانشگاه های گردن کلوب تو تکنولوژی تغییر رفتار منتظر بودن که از من و تو تایید بگیرن، فکر میکنید؟ یا ما آلوده شدیم بدونی که خودمون بدونیم؟ ما منیپولیت شدیم، برده شدیم بدونی که خودمون بدانیم؟ بعد به قول یوبال هراری که این آقام نقل، ما استادان انکار هستیم. نه بابا، بی خود میگن، دروغه، دروغه. استاد انکار هستیم، استاد انکار هستیم. نمیخوایم بپذیریم که ما ابزار شدیم. ما دیگه تصمیم نمیگیریم. بعد یه مراجعه نازنین میونه همین صحبت های من، به جای اینکه اون بفهمه زامبی چیه، خیال میکنه زامبی همونی که ایشون توی این سریال های احمقانه و ابلهانه هست. زامبی انسانیه که خانم ها، آقایون، شاگردان عزیز من، زامبی همونه که شما درست نوشتید. دیگه با قسمت فرانتال کورتکسش که قسمت تصمیم گیری، آینده نگری و بالا و پایین کردن کاری نداره. در ساقه مغزش هر چی قرار داده شده مطابق همون عمل میکنه. They are zombies. We are zombies. ما حالا این کار کنید، بنویسید انکار.
و ببینین چجوری مکانیزم این کار تو شما راه میفته که حرفای منو رد کنید. If something is not a tool, it's demanding things from you. وقتی یه چیزی دیگه ابزار نباشه ازت میخواد و تلفن ها از شما میخوان ما رو بردارین صفحه بزن. دیدید اون چند دقیقه پیش انگشتتو به کار بنداز صفحه رو تونتون رد کن و او اینجا کلیک 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 دو مرتبه رد کن رد کن کلیک رد کن رد کن بعد ما میگین شما اراده داریم from you. It's seducing you. It's manipulating you. It wants things from you. It ترغیبت میکنه. اقوات میکنه. گولت میزنه. It's seducing you. It wants things from you. از تو عمل میخواد. از تو عمل میخواد. اینجا رو کلیک کن. ما را لایک کنید. جان مادرتون اگر ما را دوست دارین بگویید الهی آمین. اگر مادرتو دوست داری این رسپی که من برای کشک بادام جون نوشتم لایک کن. اگر اینجا رو خوش دادم تو رو حضرت عباس لایک کن. من لایک میکنیم یا نکنیم بازم مهم اینه که یه اکشنی باید از خودت نشون بدی و بعد دنبال کنیم این اکشن تو چه ریاکشنی داشت، چی چجوری پاسخ داده شد، چگونه، کی، کجا، کی چه جوابی دادم. دنبالش میکنی و تو هی عمیقتر و عمیقتر منیپولیت شدی و میشی. از قول تریستان هریس ببینیم. And we've moved away from having a tools-based technology environment to an addiction and manipulation-based technology environment. مرسی. میگه ما از ما دو تا تکنولوژی داریم. Tool-based technology خیلی عالی. تکنولوژی چیز خوبی. گفتم چرخ چاه، آکدوکت، تونل، بولبارنگ، انتقال حراره، ترانسفورمرها، توربین. تکنولوژی چه چیزی از تکنولوژی بهتر؟ ساده میکنه کار رو. منتها اونا تول هستن. میگه ما از تکنولوژی مبتنی بر تول یا ابزار آمدیم به سمت تکنولوژی مبتنی بر اعتیاد. حالا تکنولوژی های جدید همه اعتیاده، همه پرسویشنه، همه ترغیبه، همه منیپولیت کردن شما. سه تا لغت: پرسویشن، سدکشن، ترغیب، اغوا و منیپولیشن. این تکنولوژی ها همه برای همین شرکت ها دنبال اتنشن شما هستن. اتنشن شما یعنی وابستگی شما. حالا فهمیدین توجه یعنی چی؟ یعنی توجه شما از قبل تخلیه شده به نفع اون شرکت ها، مصادره شده، گرفته شده. That's what's changed. That's the central thesis of this. We've gone from something passive that you use as a tool to something that uses you as a tool. میگه نکته‌ای که میخوام بفهمید و بگم، این آقای دکتر داره میگه روی حرفای تریستان هریس، میگه میخوام بفهمید که ما از دوره ابزار گذشتیم، دیگه ما از چیزی به نام ابزار استفاده نمی کنیم، بلکه ما خودمون شدیم ابزار، چون خودمون داریم مورد استفاده قرار می گیریم. Let that sink in. That's the fundamental premise here. میگه بفهمیم، من میخوام این جا بیفته تو ذهن شما. حالا ایشون یه خانم دکتره، سایکولوژیسته بسیار با اسم و رسمه در همون دانشگاه استنفورد، که رفته و کارش اینه که پیگیری میکنه که سوشال میدیا چه تأثیراتی داره روی جوونا، روی تینیجرا و روی بچه ها. خوب نگاه کنید این خانم دکتر میگه armed with all the knowledge that I have، میگه مجهز به دانش روانشناسی که دارم رفتم سراغ همین قضیه. With all the knowledge that I have and all the experience, I am fighting my kids about the time that they spend on. رفته بچه میگه با بچه‌هام دعوا دارم که بهشون بگم از این تکنولوژی استفاده بکنن یا نکنن. تو رو خدا نگاه کنین
میگه مشکل دارم که ببینم چند ساعت در روز دارن روی کامپیوتر و سلفون کار میکنن. میگه از بچه‌م میپرسم روزی چند ساعت داری روی فون؟ بچه‌م میگه نیم ساعت سراب. ولی خانم دکتر میدونه که بچه‌ش داره دروغ میگه، خیلی بیشتر از اینه. باریکلا این دختره همون خانومه دکتره، میگه بیش از 3 ساعت و نیم، like 3 hours and 45، 3 ساعت و 45 دقیقه در روز، 3 ساعت و 45. بچه یه خانوم متخصص تأثیرات سوء تکنولوژی وابسته ساز و منیپولیشن کنه. ما حتما خونهشون تو دانشگاه استنفورد در بهترین نقطه دنیا. Instagram 6 hours 13 minutes. Okay, so my Instagram's worse. That's an expert in the field at Stanford who knows all the dangers and her kids use it that much. میگه بفرمایید. اینم داره همون حرف من. میگه بفرمایید. خانم دکتری که متخصص سرشناس دانشگاه استنفورد در ابیوز و سوء استفاده از اینستاگرام و من توییتر و نمیدونم اینو و بچه‌اش داره روزی اینقدر توی کلش رو اونتو کرده. This is a profound addiction that we have in our kids. عجب اعتیاد شدیدی است که بچه‌های ما بهش مبتلا هستند. Kids are the most susceptible. Gen Z. و Generation Z یعنی بچه‌هایی که از سال 1990 یعنی از سال 2000 به بعد به دنیا آمدند. People born after 1997 are one of the most anxious, neurotic generation. مضطرب ترین، نوروتیک ترین و از همه مهمتر خود زن ترین، سلف هارمینگ، خود زن و خودکشی کننده ترین. هفته گذشته آمار خودکشی هایی که منحنیش عیناً روی منحنی استفاده از اینستاگرام و تیک تاک و شبکه های اینجوری هست، شبکه های اجتماعی عیناً با هم یک، یعنی چند ده برابر شده آمار خودکشی پا به پای رشد اینترنت. و شما ها نمیدونین که تیک تاک با جوانان چه کار کرده، یوتیوب داره با جوانان چه کار میکنه. من صحبت امروزمو باید همین جاها دیگه قطع کنم. کم کم ازتون میخوام که in history as far as since we've been measuring this stuff and yet they don't go out much, they drink less, they have sex less, they do all this risky behavior less, yet they're more anxious, more depressed, more actively suicidal. مرسی، خوبه، من فکر میکنم کافیه. آخرین نکته رو که میخواستم بگم اینه که تو یکی از برنامه‌های آینده میگم حالا بریم سراغ محتوای اینترنت، که اصلا کل اینترنت شامل گوگل سرچ، ویکی‌پدیا، دایره المعارف ها، کتابخونه های بزرگ، آهنگ های عظیم، کمپانی، همه چی تو اینترنت هست. اوکی، همه چی تو. شما موسیقی رو، موسیقی آقای شجریان رو بذارین، موسیقی باخ رو بذارین بغلن، بگین موسیقی، کارهای فرهنگی، فیلم، هنرها، دراما، آموزش، آموزش، چقدر آموزش هست، چقدر اطلاعات هست، چقدر کتابخونه هست، چقدر فیلم های دیدنی راز بقا و نمیدونم نشنال جیوگرافیک و اینا هست، همه رو بذارین. درست، درست، اگر این سفر رو 4 قسمت بکنیم 1/4 همه اینترنت، 25%، مثل که 27% نمیدونم، 25% یعنی 1/4 کل محتوای اینترنت سکس و پورنوگرافی. و یکی از متخصصا میاد و میگه که 1/4 یعنی از هر 4 قسمت 1 قسمتش سکس. و میگه حالا تصور کنید که شما وارد یه اتاقی میشین، روی میز جلوی مبل 4 مجله هست، یکیش سیاسیه، یکیش راجب جنگ اوکراینه، یکیش هم راجب خانه‌داری و باغچه داری، یکیش سکسیه. شما کدومو نگاه میکنید؟ خیلی سخته، جواب نمیخواد بدین. قرار شد یه تیکه کاغذ دم دستتون داشته باشین با خودتون رو راست باشین.
اونی که متفاوته همون مجله سکسیه. یعنی از 4 تا مجله تو هر خونه یکیش سکسیه، 1/4 محتوای اینترنت سکسه و پورنوگرافی، یعنی اکسپلیسیت سکس، یعنی سکسی که تو هم با اکشنه، با اینترکورسه. و حالا خوب نگاه کنید، بچه نوجوان شما مثل بچه این خانم دکتر، مثل بچه من، مثل شما، همه تون یکی یه دون از این ماس مسکا داریم و 4 مجله این تو هست. چند درصد احتمال داره که شما یکی از این مجله ها رو ببینید و نپسندید و دیگه دنبالشو نگیرید؟ چرا داریم با خودمون تعارف میکنیم؟ عرضمو تموم میکنم. 10 پیش توی دفتر تهران پدر مادری بودن که خیلی نگران بودن، ولی خب برای بچهشون که خیلی ایرادگیر و ناسازگار بود، مال اجاستد بچه بود، بچه نه خیلی خوب پرورش یافته، بنابراین اصرار داشته و براش از اینا خریدن. و مامانش گفته پسر عزیزم نری توی چیزای بد اخیا. اونا گفته نه مامان، من فقط برای جمع و تفریق و درس و اینا میخوام. حدود 7-8 پیش، 7 پیش آره. و بعد پدر و مادر که صحبتامشون کردم، جلسه اینا تموم شد، آقا پسر کوچولو من چون به من لطف داشت، بنابراین خیلی راحت و بی‌پروا با من صحبت کرد. آقای دکتر، من از اینکه زیاد به خودم ور میرم خیلی ناراحتم و پر از استرس، پر از خشم. و من باش گفتم خب بگو. و گفت من با این میرم یه جاهایی. گفتم کجاها؟ گفت بگم. گفتم آره نشون بده. در آورد جیبش تق تق 3 حرف پشت سر هم که شبیه همه XXX، چون اینترنت داره مامان جونش بهش داده، ولی ازش قول گرفته که فقط حساب هندسه ببینه، قضیه فیثاغورس رو ببین مامان، بیشتر نبین. و بچه‌ام 75% کانتنت دیگر رو گذاشته و اون 25% داره و حقم داره بزن. و پورنوگرافیک ترین فیلم هایی که من تو عمرم دیدم توی اون بچه به من نشونده همین. و اون وقت ما استاد دینایال هستیم، We are masters of denial، استاد انکار هستیم. نه بچه ما، نه من بچه مو میشناسم، هی اینجوری میکنیم دینایل. من بچه مو میشناسم، خیلی خجولتر از اون، خیلی خجوله، ولی عصبانیتشو میبینی، خودخوریشو میبینی، داره هی مو میکنه، هی حرفتو رو گوش نمیکنه، هی عقب میفته، هی بطری آبشو یادش میره، هی از اتوبوس عقب میمونه، هی داره بیشتر میخوره، هی مضطربتر را میره، میاد به زمین و زمان فرش میده، نمیدونه چی میگه. میدونی چه خبره یا نه؟ 25% کانتنت تمام اینترنت که همه عالم توشه از ابتدای تاریخ تا الان، 25%ش پورنوگرافیک. من دیگه عرضی ندارم برای اینکه یادمون نره. امیدوارم پسندیده باشید، امیدوارم. میدونم شما هم حرف دارین، ولی من اینجا نیستم که به حرف شما گوش بکنم، متاسفم. میدونم خیلی خوبه، ولی اونجا سایت های دیگه هستن، شما میتونید برید اونجا. من فقط اون چیزایی که خودم دلم میخواد رو مطرح میکنم. خیلی ممنونم. اگر سوال دارید بنویسید. سوالاتتون رو بنویسین برای دفعه بعد. من 1 باز گذاشتم، 1 کامنتا رو باز گذاشتم ببینم شما چی میگین، شما چی میگین. مرسی.
سرکار خانم سمیه. خب حالا چه کنیم؟ خب نه ببخشید بذارین همونجوری که شو. خب چه کنیم حالا؟ خیلی متشکرم. سلام برسونید خانم. میبینید دارین چی کار میکنید؟ میبینید خانم؟ متوجه هستین؟ جماعت باهوش دنیا رو گفتن که استاد دینایال هستن. ماها چی کاریم که حتی هنوز مسئله رو نفهمیدیم. خب چه کنیم حالا؟ یه جور طلبکاری نیست؟ یه جور طلب نیست؟ یه جور طلب ندارین شما از آدمایی که خودشونو میان؟ راهکارتون چیه خانم مریم؟ ببخشید خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. راه حل هست ولی خیلی عذر میخوام. مرسی. خیلی ممنونم. فهمیدم با کی طرف هستم. خیلی متشکرم. من برای این که فقط به شما بتونم نشون بدم ساقه مغز کجا هست و کجا تحت تأثیر قرار داره، نیمرخ مغز رو کشیدم لیبل کردم و اینجا نشون دادم که کجا این دستکاری ها و مانیپولیشن اتفاق میفته، کجاها تأثیرات ماندنی داره، کجاها با تکنیک های تغییر. اون وقت شما به من میگین که به ما نشون بدین چیکار کنیم. شرمندم خیلی. دیدار در فیسبوک؟